به نام خدا وند جان و خرد که از این برترن دیش بر نگذرد خدا وند نام و خدا وند جان خداوند روزی ده و رهنما. به سور سنبل و سیب و سبزه، سیر و سمنو و سنجد و سرکه، به جشن بیداری ماهی قرمز و چرخش نارنج در تنگ بلور، به میهمانی بوسه و نور، به ساعت مقدس حال، به لحظه تحویل سال خوش آمدید. آمد بهار جانها، ای شاخ تر برقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر برقصا. ای شاه عشق پرور مانند شیر مادر، ای شیر جوش در رو جان پدر برقصا. چوگان زلف دیدی چون گوی در رسیدی، از پا و سر بریدی بی پا و سر برقصا. از عشق تاج داران در چرخ او چو باران، آنجا قبا چه باشد ای خوش کمر برقصا. در دست جام باده آمد بتم پیاده، گر نیستی تو ماده زان شاه نر برقصا. طاووس ما در آید وان رنگ ها براید، با مرغ جان سراید بی بال و پر برقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر برقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر برقصا. ای شاه عشق پرور مانند شیر مادر، ای شیر جوش در روح جان پدر برقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا. از پا و سر بریدی بی پا و سر برقصا، ای خوش کمر برقصا. داران در چرخ او چو باران، آنجا قبا چه باشد ای خوش کمر برقصا. در دست جام باده آمد بتم پیاده، گر نیستی تو ماده زان شاه نر برقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا. از پا و سر بریدی بی پا و سر برقصا، ای خوش کمر برقصا. ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا. از پا و سر بریدی بی پا و سر برقصا، ای خوش کمر برقصا. بیکران بر شما دوستان ارجمند، هموطنان عزیز، سال نو مبارک، نوروز بر شما پیروز. امیدوارم سال بسیار خوبی باشه، شادی و تندرستی و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. با برنامه دیگر در خدمتون هستم از سری برنامه های داستان های شاهنامه. در بخش داستان های سیاوش هستیم.
رسیدیم اونجا که سیاوش دور از دربار پدرش کیکاووس در زابلستان زیر سایه جهان پهلوان رستم پرورش یافت و آموزش دید. پس از آنی که سیاوش برگشت به دربار پدر، سودابه شهبانوی ایران و نامادری او، بر او یک دل نه صد دل عاشق شد. سودابه به هزار اصرار سیاوش رو به قصر اختصاصی خودش دعوت کرد به بهانه دیدار سیاوش با خواهران. سعی کرد که او رو اغوا کنه اما نتونست. سودابه نقشه دیگر کشید، کاووس رو راضی کرد تا با سیاوش صحبت کنه که یکی از خواهران خودش رو به عقد خود در بیاره تا مگر شهریار آینده ایران مستقیماً از نژاد کاووس و سودابه باشه. پیشترم گفتم گویا در دوران باستان ازدواج با محارم و به ویژه در بین پادشاهان امری عادی بوده. باری پدر به پسر داستان رو گفت. سیاوش که از نیت سودابه آگاه بود و هرگز میل به خیانت به پدر نداشت، به پدر میگوید که هر که را تو بگزینی بر من رواست، اما مرا وارد شبستان سودابه مکن. پدر اما ز گفت سیاوش بخندید شاه، نه آگاه بود زاب زیر کلاه. ببینیم فتنه دیگر این آب زیر کلاه. سودابه همه دختران را بر خیش خواند، بیا راست و بر تخت زرین نشاند. به هیربد گفت برو و سیاوش را به شبستان بیاور، بگویش که باید خود قدم رنج کنی و به اینجا بیایی. باز هم اصرار. سیاوش آمد و سودابه با چنان لوندی استقبال کرد و دختران زیبارو رو مقابل سیاوش ردیف کرد. بدو گفت بنگر بدین تخت و گاه، پرستنده چندین به زرین کلاه. کسی که خوش آید از ایشان بگوی، نگه کن به بالا و دیدار اوی. سیاوش فرو ماند و پاسخ نداد، چون این آمدش بر دل پاک یاد. که گر بر دل پاک شیون کنم، بهاید که از دشمنان زن کنم. که از پیش با شاه ایران چه کرد؟ این سودابه میگوید که من آگاهم، من خبر دارم، شنیدم که این خانواده یعنی شاه هاماوران با پدرم چه کردند. نه، من هرگز از دشمن زن نمیگیرم. سودابه وقتی دید که سیاوش جواب نمیده و سکوت کرده، دل از کف داد، بند بکشاد، روبند از رخ افتاد و راز دل با سیاوش گفت. گفت بیا و با من پیمان کن. من یک دختر باکره و نارسیده بر تو نامزد می کنم و خودم معشوق ابدی تو می شوم. هرچه بخواهی کام تو را برآورده می کنم. تن و جانم مال تو. سرش تنگ بگرفت و یک بوس چاک بداد و نبود آگه از شرم و باگ. رخ سیاوش اما سرخ شد، رخان سیاوش چو گل شد ز شرم. بیا راست مژگان به خوناب گرم. چون این گفت با دل که از راه دیو، مرا دور دادار گیهان خدیو. نه من با پدر بی وفایی کنم، نه با اهرمن آشنایی کنم. سیاوش با خود گفت اگر با او تندی کنم، این جادوگر بر ضد من فتنه‌ای می سازد و مرا گرفتار می کند و پدر نیز حرف او را باور. پس به آواز نرم به او گفت همین دختری که
برای من نامزد میکنی کافی است. تو در حکم مادر من هستی و من هم در خدمت تو هستم. و دیگر که پرسیدی از چهر من، بیامیخ جان تو با مهر من. مرا آفریننده از فر خیش، بپرورد و بنشاند در پر خیش. تو این راز مکشای و با کس مگوی، مرا جز نهفتن سخن نیست روی. سر بانوانی و هم مهتری، من ایدون گمانم که تو مادری. سیاوش این رو گفت و با ناراحتی از شبستان رفت. اما سودابه دست بردار نبود. کاووسکی به شبستان آمد و سودابه گزارش دیدار سیاوش با دخترکان رو گفت و گفت که جز دختر من پسندش نبود. کاووس شاد از این خبر، در گنج بگشاد و آنچه که باید از دیبا و زرین کمر و باره و تاج و انگشتری و تخت و طوق نثار کرد. سودابه اما در کار نقش کشیدن. نقشه کشید که اگر این بار سیاوش به کام دلم نکند، روزگار بر او سیاه می کنم. نشست از بر تخت با گوشوار، به سر بر نهاد افسر پرنگار. سیاوش را در بر خیش خواند، ز هر گونه با او سخنها بران. بدو گفت گنجی بیا راست شاه، که از آنسان ندیده است کس تاج و گاه. به تو داد خواهد همی دخترم، نگه کن به روی و سر و افسرم. بهانه چه داری که از مهر من، بپیچی ز بالا و از چهر من. که من تا تو را دیده ام مرده ام، خروشان و جوشان و آزرده ام. همی روز روشن نبینم ز درد، برانم که خورشید شد لاژورد. کنون 7 سال است تا مهر من، همی خون چکاند بر این چهر من. یکی شاد کن در نهانی مرا، ببخشای روز جوانی مرا. با من پیمان کن و مهر بورز، وگر نه من این پادشاهی بر تو حرام می کنم. سیاوش: اگر سر به پیچیز فرمان من، نیاید دلت سوی پیمان من. کنم بر تو این پادشاهی تباه، شود تیر روی تو بر چشم شاه. سیاوش جواب آخر رو میده. سیاوش بدو گفت هرگز مباد، که از بهر دل من دهم سر به باد. چون این با پدر بی وفایی کنم، ز مردی و دانش جدایی کنم.
تو بانوی شاهی و خورشید گاه، سزد کس تو ناید بدین سان گناه. از آن تخت برخاست پرخشم و جنگ، بدوی اندر آویخ سودابه چنگ. تا آمد که بره سودابه چنگ انداخت، سیاوش اعتنا نمی کنه و از اینجا فاجعه شروع میشه. بدو گفت من راز دل پیش تو، بگفتم نهان بدندیش تو. مرا خیره خواهی که رسوا کنی، به پیش خردمند رعنا کنی. بزد دست و جامه بدرید پاک، به ناخن دو رخ را همی کرد چاک. برآمد خروش از شبستان اوی، فغانش از ایوان برآمد به کوی. یکی غلغل از کاخ و ایوان بخواست، که گفتی شب رستخیز است راست. خبر به شاه جهان که کاووس پرندیش از تخت زرین برفت، به سوی شبستان خرامید تفت. بیامد چو سوداوه را دید روی، خراشیده و کاخ پرگفت گوی. ز هر کس بپرسید و شد تنگ دل، ندانست کردار آن سنگ دل. خروشید سوداوه در پیش اوی، همی ریخت آب و همی کند موی. چون این گفت کامد سیاوش به تخت، بیاراست جنگ و براویخت سخت. که از توست جان و دلم پر ز مهر، چه پرهیزی از من تو ای خوب چهر. که جز تو نخواهم کسی را ز بن، چون اینت همی راند باید سخن. سیاوش به من گفت فقط تو را میخواهم. بینداخت افسر ز مشکین سرم، چون این چاک زد جامه اندر برم. کاووس رفت در عالم فکر، به دل گفت گر این راست گوید همی، از این روی زشتی نجوید همی. سیاوخش را سر بباید برید، بدین سان بود بند بد را کلید. اما خردمند مردم چه گوید کنون، خوی شرم از این داستان گشت خون. پادشاه سیاوش را سودابه رو با هم خواست، به هوش و خرد با سیاوش بگفت. که این راز بر من نشاید نهفت، نکردی تو این بد که من کردم. ز گفتار بیهوده آزردم، چرا خواندم اندر شبستان تو را؟ کنون غم مرا بند و دستان تو را، راست بگو چه کردی؟ سیاوش بگفت آن کجا رفته بود، و از آن در که سوداوه آشفته بود. چون این گفت سوداوه که نیست راست، که او از بتان جستن من نخواست. بگفتم همه هرچه شاه جهان بدو داده بود آشکار و نهان. من به او گفتم به تو دختر میدهم، تاج و گنج و مال میدهم. اما او گفت نه دختر میخواهم، نه گنج و مال میخواهم، زر و افسر نمیخواهم، فقط تو. مرا خواست کارت به کاری به چنگ، دو دستن در آرد چو سنگ تنگ. نکردمش فرمان همه موی من، بکند و خراشیده شد روی من. یکی کودکی دارم اندر نهان، ز پشت تو ای شهریار جهان. ز بس رنج کشتنش نزدیک بود، جهان پیش من تنگ و تاریک بود. نزدیک بود کودکی را که از تو در شکم دارم از دست بدهم. در واقع سودابه این رو هم دروغ گفت. کاووس بسیار ناراحت شد، دست و بر و بازوی سیاوش رو بو کرد، هیچ بوی خوش زنانه‌ای نمیداد. اما ز سوداوه بوی می و مشک ناب همی یافت کاووس، و بوی گلاب. ندید از سیاوش بران گونه بوی، نشان پسودن نبود اندروی.
غمی گشت و سوداوه را خار کرد، دل خیش را زو پرازار کرد. به دل گفت کین را به شمشیر تیز، بباید کنون کردنش ریز ریز. اما بازم فکر کرد، زهام آوران زان پسندیشه کرد، که آشوب خیزد از آزار و درد. ببینید گرفتاری های کیکاووس، اول فکر کرد که باید زن خیانتکار رو کشت، بعد فکر کرد که پدر سودابه پادشاه هاماوران حتما دردسر خواهد شد، باز هم فکر کرد، و دیگر به دانگه که در بند بود، بر او نخیش و نپیوند بود. پرستار سوداوه بود روز و شب، بپیچید از آن رنج و نکشاد لب. فکر کرد دومین اندیشهی که داشت این که در روزگاری که کاووس در زندان شاه هاماوران اسیر بود، سوداوه به اون نیکی بسیار کرد و حالا پادشاه بر اون مدیونه. سوم این که کاووس هنوز عاشق سودابه است و سودابه رو دوست داره. چهارم، کزو کودکان داشت خورد، به چاره غم خورد نتوان سپرد، از او بچه داشت. سیاوش از آن کار بود بی گناه، خردمندی او بدانست شاه. بدو گفت از این خود میندیش هیچ، هوشیواری و رای و دانش بسیج. مکن یاد از این نیز و با کس مگوی، نباید که گیرد سخن رنگ و بوی. چو دانست سوداوه کو گشت خار، نیاویخت اندر دل شهریار. یکی چاره جست اندر آن کار زشت، زکینه درختی به نوی بکشت. زنی بود با او به پردندرون، پر از جادوی بود و بند و فسون. گران بود و اندر شکم بچه داشت، همی از گرانی به سختی گذاشت. سوداوه به این زن جادوگر که باردار بود، بچه در شکم داشته و اتفاقا محرم رازش هم بوده، نعمت و مال بسیاری میده و میگه که برای من کاری بکن، یک دارویی بخور و این بچه رو بیانداز، بعد بچه رو به من بده و به هیچ کس هم این داستان رو نگو. به کاووس گویم که این از من است، چون این کشته ریمن آهر من است. خب این روزا اینقدر من از صبح تا شب مشغول حرف زدن بودم، دیگه حنجرم یاری نمیکنه. سال نو هست و در برنامه های مختلف خب این گرفتاری ها رو داره. خب سوداوه به زن میگه که این کاری که میکنیم بچه رو تو میندازی و من میدی و من میگم که این رو سوداوه باعث، سیاوش باعث شده که این بچه هلاک بشه، مگر کین شود بر سیاوش درست، کنون چاره این بباید جست. اگر یا گرین نشنود آب من نزد شاه، یعنی آبروی من نزد شاه شود تیره و دور مانم زگاه. بدو گفت زن من تو را بنده ام، به فرمان و رایت سرف کنده ام. چون شب تیره شد داروی خورد زن، بیفتاد از او بچه اهرمن. دو بچه چنان چون بود دیوزاد، چه باشد چه دارد ز جادو نژاد. در واقع بچه هایی که در شکم این زن جادو بودن دوقلو بودن، بچه‌ای که در نهان داشت دوقلو بودن. بچه ها رو انداختن در تشت زرین. سوداوه شروع کرد به شیون کردن، خروشید، پیرهن بر تن پاره کرد، رخ خراشید. کیکاووس سراسیمه آمد، دو کودک مرده در تشت دید. غمگین شد و ماجرا پرسید. سوداوه به گریه و زاری گفت که ببین پسر تو چه بر سر من آورده، که دو بچه‌م از بین رفتند. کاووس باز هم به سیاوش بدگمان شد.
گفت چه کنم چه نکنم؟ گفت موبدان و اخترشماران آمدند. فرمان داد که ببینید حقیقت داستان چیست. اخترشماران به گفته فردوسی زیج و استرلاب برداشتند. یک هفته در کار بررسی. نتیجه پس از یک هفته اعلام شد. گفتند ای شهریار، دو کودک زبند کسی دیگرند، نه از پشت شاه و نه زین مادرند. گر از گوهر شهریاران بودی، از این زیجها جستن آسان بودی. این بچه ها نه از تو هستند نه از سودابه. کاووس فرستاد، زن جادوگر رو پیدا کردند، او را آوردند. هرچه پرسید، هرچه سوال کردند بی نتیجه. گفت او را شکنجه کنند، زیر شکنجه هم جواب نداد. ماجرا همچنان در سکوت و ابهام. ببینیم باز هم فتنه های سودابه و گذر سیاوش از آتش، شرح این هجران و این خون جگر. این زمان بگذار تا وقت دیگر. چنینند ایرانیان، چنینند مردان و جنگاوران. جهان سر به سر عبرت و حکمت است، چرا بهره ما همه غفلت است.